سلام علیکم. سلام علیکم. گفتم روزی هلوش حداقل 80-90 تا اس ام اس میفرستم. بعد اینکه محتویاتش هم که خب میتونه همه چی باشه، اکثرا بیزینسیه و میتونه عاشقانه باشه و اینا، ولی اینکه چون که راحت‌تر و احساس راحت‌تر میتونه انتقال بدی و اینا، من خودم اکثرا اس ام اس انتخاب میکنم، چون واقعا اینجوریه که خیلی راحت‌تره واسم تا اینکه بخوام مکالمه کنم و زنگ بزنم، وقتمو خیلی بیشتر میگیره. چند؟ اینا 9650. از صفرم یک کیلو میخواد. واسه کنم یکی. یکی از دلایلی که به نظر من این همه استقبال کردن وجود یه سری زیادی از سیم کارت هاست که هزینش کمه، بین مردم هم خیلی زیاده. این دلایلی که مردم جوان ها علاقه دارن رو آوردن به اس ام اس بازی. روزی 100-150 تا اسمس میدم به دوستام، هم کلاسی های دانشگاه هم، دوستای مدرسه هم، بعد به هم جوک میفرستیم، شرح حال هم دیگه هم میپرسیم، اگه برنامه چیزی باشه یه جا قرار داشته باشیم اون برنامه رو برای هم با اسمس میگیم، چون جمعیت زیاده دیگه به یکی یکی زنگ نمیزنیم، برای هم آدرس رو میفرستیم تو مسیج که هم تو موبایلشون باشه یادشون نره قرار. های عاشقانه اسمس های نوروزی بیشتر اسمس ها رو خب از دوستان رو میگیریم، یعنی به هم میدیم، مثلا یکی از دوستان به من میده من به یکی دیگه میدم، بعد وقتی مثلا با دو نفر کر کر داریم هی میخواییم بهم اسمس دادیم کم نیم تو اسمس، بعد مجبورم برم مثلا تو اینترنت سرچ کنم اسمس های جدید رو پیدا کنم و بنویسم براشون بفرستم. ارامنم باودسو بوگ نوروز مزاحم شدم، شما بهترین گل سال انتخاب شدید. چیکارش کنم؟ به چند دلیل اس ام اس در واقع در ایران رواج بیشتری داره شاید نسبت به جاهای دیگه. یکیش فرهنگ ایرانی هست، فرهنگی بوده که از نظر روابط عمومی ارتباط قوی با هم داشتن و به دلیل به وجود اومدن تکنولوژی جدید شاید این روابط تا حدودی محدود شده و از طریق اس ام اس مجدد این روابط برقرار میشه که از نظر هزینه هم خیلی میتونه مقرون به صرفه باشه. جنبه دیگه‌اش جنبه روانی، یعنی به خصوص جوان‌ها برای تخلیه احساسات هیجانی خودشون سعی میکنن از طریق اس ام اس نیازهای خودشون به طرف مقابل اعلام بکنن یا به نوعی خودشون سرگرم میکنن، که معمولا این بین دختر پسرهایی که تازه به دوران بلوغ رسیدن و دوران رشد تکاملی بلوغشون رو پشت سر میذارن نسبت به سایر اقشار دیگه افزایشش بیشتره و چشمگیرتر هست.